سخنگوی امارت اسلامی به تلو نیوز میگوید که حدود 80 تن از اعضای گروه داعش در افغانستان باقی مانده است که آنان نیز تحت تعقیب قرار دارند. زبیولا مجاهد می افزاید که امارت اسلامی تمام لانه های گروه داعش را در کشور از بین برده و این گروه در افغانستان سرکوب شده است. بسیار کم آمده یا تا ده تن، اگر حدود 70 تا 80 تن اگر باشند و هم متواریستن و زیر تعقیب قرار دارند. تمام مراکزشان از بین برده شده، تعداد زیادشان در زندان ها قرار دارند. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی ضمن تاکید بر سرکوب گروه داعش به این باورند که امارت اسلامی از بحر اعتماد سازی و تعامل بیشتر با کشورهای جهان باید از هر گونه حملات احتمالی از خاک افغانستان جلوگیری کند. از زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسیده، امنیت فیزیکی در تمام افغانستان یعنی وجود داره و به هیچ گروه یا شخص اجازه فعالیت نمیده که او داعش باشه یا مقاومت باشه یا کدام گروه دیگه باشه. امارت اسلامی دستاوردهای جد داره و در این راستا موفق هستند و حتی رئیس جمهوری امریکایی را تایید کرد، ولی باز هم دیده میشه که در بعض نقاط اینا فعال هستند و یکان عملات تروریستی را انجام میدن. پیش از این سرپرست وزارت دفاع تاکید کرده بود که داعش در افغانستان شکست خورده و بار دیگر از تعهد امارت اسلامی برای استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها اطمینان داد.